در پی حملات موشکی جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل و احتمال پاسخ متقابل به این حملات، کاربران در شبکه‌های اجتماعی کارزاری به راه انداختن با این مفهوم که جنگ همیشه بد است و عواقب آن برای کشور و مردم ایران ترسناکه. در مقابل مخالفان حکومت هم در داخل و خارج از کشور این مفهوم رو بهانه‌ای کردند تا نشان بدن که حضور حکومت جمهوری اسلامی در رأس قدرت چیزی از یک جنگ تمام عیار برای مردم ایران کم نداره. شهرام بهرامی در این باره گزارش میده. هشتگ جنگ خیلی ترسناکه اشاره ایست به اینکه مخالفان حکومت معتقدند اگرچه نزدیکان حکومت این روزها از خطرات جنگ میگویند، اما جنگ اصلی میان حکومت و مردم ایران است که در طول سالها انواع جنایات در این مسیر رخ داده است. این کاربر ویدیویی از فهرستی که اعدام شدگان سالهای اخیر در آن دیده می شود انتشار داد و نوشت: قبول دارم جنگ خیلی ترسناکه، ممکنه عزیزتو بگیرن بذارن تو لیست اعدام و هیچ کاری جز هشتگ زدن ازت ساخته نباشه. کاربر دیگری ویدیویی از کشتار آبان 98 را با این متن منتشر کرد: جنگ خیلی ترسناکه، ولی نه واسه ماهایی که این روزها رو دیدیم. اسماعیل شهیدی با انتشار ویدیوی شلیک از هلیکوپتر به مردم در آبان 98 نوشت: آره خب جنگ خیلی ترسناکه، مخصوصا وقتی با هلیکوپتر نظامی از آسمون مردم رو به رگبار می‌بندن. بابک آزاد چهرم نوشت: جنگ واقعا خیلی ترسناکه، و ویدیویی را از جنبش مهسا منتشر کرد که در آن دختری در خیابان در پی تیر خوردن بر زمین افتاده، مردم به دورش جمع می‌شوند. شیما بابایی فعال سیاسی در خارج از کشور با انتشار عکسی از خودش و پدر ناپدید شدهش دکتر ابراهیم بابایی نوشت: بله جنگ خیلی ترسناکه، مخصوصا اونجاش که پدرت تو کشور خودش ناپدید بشه و تو 3 سال ندونی زنده است، داره شکنجه میشه، کجا بردنش؟ این جنگ ماست، جنگی با دردهایی که هیچ کس نمیتونه توصیفش کنه. کاربری هم تصاویر شلیک مستقیم به دانشجویان در دانشگاه را با این شرح منتشر کرد: آره جنگ خیلی ترسناکه، مخصوصا وقتی که تو دانشگاه دانشجوها رو میکشتید. خلیل الله بلوچی هم با انتشار عکس یک سوختبر کشته شده در بلوچستان این متن را به آن افزود: جنگ خیلی سخته، مخصوصا اونجا که برای تکه اینان باید جانت را به حراج بگذاری. این پست در شبکه ایکس هم مورد توجه قرار گرفت که کاربری نوشته بود: آره جنگ خیلی ترسناکه، مخصوصا اونجاش که دشمن به مدارس حمله شیمیایی میکنه. داریوش زند فعال سیاسی مقیم اروپا هم عکسی از هستی نارویی به اشتراک گذاشت، دختری که در جمعه خونین زاهدان با شلیک مقامات حکومت کشته شد، و افسود: هستی جان راست میگن جنگ خیلی ترسناکه؟ و کاربری هم کوتاه نوشت: باشه جنگ خیلی ترسناکه، و این ویدیو رو از شلیک مستقیم ماموران جمهوری اسلامی به مردم منتشر کرد. شهرام بهرامی نژاد، صدای آمریکا.